آقای شریفی یا بیننده‌ای به نام شریفی از تهران پرسیدند که در مورد فطر، در مورد زکات فطر یا فطریه اگر توضیحی بدید. زکات فطر یا همون صدقه فطر یا فطریه یا تعبیرهای دیگری در جامعه ما وجود داره، سر روزه میگن، فخر روزه میگن، هر چیزی که در جامعه وجود داره یعنی صدقه ای که در آخر ماه مبارک رمضان در واقع داده میشه. این یک فرضی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرض کرده، قرار داده اینو در مقابل هر شخصی، هر شخص مسلمانی که هست بر خودش هم لازم هست و بر افراد تحت تکفلش هم لازم هست که در مقابل هر شخصی باید یک سایی از غذای معروفی که در منطقه استفاده می شود باید به عنوان صدقه فطر بدهد. این جایز هست، میتونه هم از برنج باشه، میتونه از خرما باشه، میتونه از گندم باشه، میتونه از جو باشه، ذرت باشه یا از حبوبات دیگری که معمولا مردم استفاده می کنند و به عنوان اقلام اساسی غذای روزمره انسان هست. و این مقدارش یک سا هست، یک سای نبوی. و درباره تعیین مقدار سا که یک پیمانه بوده در زمان قدیم، اما تبدیل این به وزن اختلاف دیدگاه وجود داره در میان فقها و کسانی که اینو میخواستن تبدیل به وزن بکنن. بعضی گفتند که سا یک سا مساوی با 2 کیلو و 400 گرم هست، بعضی گفتند که 600 گرم 700 گرم، حتی کمتر از این هم گفتند. اما بالاترینش همون احتیاطی هم که حساب بکنیم اون از 3 کیلو اضافه نیست، بالاترین درجه هم که احتیاط رو در نظر بگیریم 3 کیلو بالاتر نیست. پس بنابراین در مقابل هر شخصی، یعنی پدر، مادر، فرزندانی که در خانواده هستند، در مقابل هر نفری باید معادل 3 کیلوگرم گندم باشه یا جو باشه یا برنج باشه، خرما باشد، کشمش باشد یا مواردی که خودشون صلاح میدونن. ما این اقلام رو باید به فقرا و مساکین میتونند که بدن به عنوان صدقه فطر. و وقت این، وقت وجوبش با آخرین روز ماه مبارک رمضان است. قبل از این هم اگر کسی پرداخت بکند به خاطر اینکه نیاز فقرا برآورده بشه هیچ گونه اشکالی نداره. بنابر قول راجح و فتوای راجح که در این زمینه وجود داره، معجزه هست، قابل پذیرش هست و این فرض در فریضه در واقع از عهده انسان ساقط می شود. اما وقت وجوبش همون وقتی هست که اعلام شده باشد که فردا روز عید است. از امشب تا فردا صبحش قبل از نماز عید باید این صدقه فطر ادا بشه و به فقرا و مستمندان برسه. و اصل فلسفهش این است که در روز عید هم فقرا و مستمندان مانند بقیه افراد در واقع بتونند شادمانی بکنند و نیازهای خودشون رو برآورده بکنند. و از نظر شرعی اگر کسی صدقه فطر رو قبل از نماز عید پرداخت کرد، این به عنوان صدقه فطر هست، این یک نوع طهری هست برای صائم، یعنی یک طهارت قلبی هست برای خود اون کسی که این صدقه رو از خودش میدهد و هم یک نوع جبرانی هست برای کوتاهی های و نقصانی که احیانا در روزه ما به وجود آمده. هم مایه طهارت نفس روزه دار هست و هم مایه سالم ماندن و تکامل خود روزه هست. قبل از نماز عید اگر کسی صدقه فطر رو ادا کرد، صدقه فطر از اون ادا می شود، پذیرفته می شود. اما اگر بعد از نماز عید پرداخت کرد، این در واقع ثواب صدقه فطر رو ندارد، یک صدقه عادی محسوب می شود.